از 13 وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی جامعه مدنی را یک تهدید میداند. شبکه CNN از دیدار قریب الوقوع جو بایدن با ولیعهد عربستان خبر داد. تصویب بسته کمک 40 میلیارد دلاری برای اوکراین در سنای آمریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره موج جدید بازداشت‌ها در ایران میگوید حکومت جمهوری اسلامی به جای کمک گرفتن از جامعه مدنی برای رسیدگی به مشکلات، آن را یک تهدید اساسی می‌بیند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد این نهاد مدافع حقوق بشر، میگوید بازداشت افراد شناخته شده در جامعه مدنی ایران به اتهامات واهی از جمله دخالت خارجی، تلاشی مذبوحانه برای خاموش کردن حمایت‌های فزاینده از جنبش‌های اجتماعی در ایران است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود به بازداشت فعالان حوزه کارگری و فرهنگیان، سعید مدنی جامعه شناس و همچنین دو شهروند فرانسوی اشاره کرده. این بازداشت همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران انجام شده است.